به نام خدا سلام امیدوارم وقت دلتون و حال دلتون عالیه عالی باشه شیطان به حضرت یحیا گفت میخوام تو رو نصیحت کنم حضرت یحیا فرمودن که مرا به نصیحت تو نیازی نیست اما دوست دارم از افکار تو مطلع بشم انسان ها در نظر تو چگونند شیطان جواب داد که انسان ها سه دستن یک دسته از انسان هایی که ما دنبال گول زدن و اقفال اونها هستیم معصومند و هیچ وقت سمت و سوی ما نمیآیند، لذا خیلی هم ما کاری به کار اونها نداریم دسته دوم آدمایی هستند مثل یک توپ در دستان ما نرمند هر حرکت یا هر کاری بخوایم ازشون انجام میدن و اونها هم خیلی برای ما مشکل نیستند. دسته سوم اما امان از دسته سوم اینها یاران شما هستند یک زمانی حرف ما رو میشنوند خطا میکنند در انتهایی که داره نقشه ما به نتیجه میرسه به خود میاند و به عنایت خداوند متعال توبه میکنند راه رو دوباره میگردند. ما دوباره تلاش میکنیم برای بار بعدی دوباره تا نتیجه گرفتن جلو میریم دوباره به خودشون میاد توبه میکنن و به یک وسیله ای برمیگردن تو مسیر اصلیشون اینها فقط مایه عذاب و سختی ما هستند ولی ما قسم خوردیم انسان ها رو از راه حقیقت منحرف کنیم مگر اینکه شما معصومان و اولیاء خدا دست ایشان رو بگیرید لحظه کمتر از لحظه ای دستتون از دامان اهل بیت کوتاه نباشه باز هنگام نماز آمده از موقع راز و نیاز آمده از گوش کن میشه نبی بانگ از آن انعکاسه خوش آهنگ از آهنگ از, آهنگ از, آهنگ از آهنگ. مهربان داور ما منتظر است مونس یا یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به سپاریم دمی دل به خدا به سپاریم به خدا خوش کن تو را بهترین کار تو را می بهترین کار تو را می بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا سلام و عرض ارادت دارم و امیدوارم هر کجا که هستید کمال نعمات الهی نصیب شما باشه و در این دقایق و لحظات از آنگاهی با ما همراهی میفرمایید امیدوارم که لبتون خندون باشه و دلتون شاد غمی جز غم فراغ حضرت و حجت در هاتون نقش نبنده این هم به دلیل اینکه در غم داشتن و قصه خوردن برای ظهور فرزند فاطمه برای من و شما در اون خیر و برکتی هست چون خیلی وقتها این غم و قصه کمک میکنه ما اون تذکره و یادآوری همواره برقرار باشه و ان شاء ثانیه معطوف به نگاه پرمهر و برکت امام زمان باشه اگر این چنین نباشه حضرت و حجت نمی ها ما می بازیم که یاد از کسی نمی کنیم که به عنوان جوانمردترین افراد روزگار خواهد بود جوانمرد به کسی می گن که خیلی وقتا فراتر از انتظار من و تو و حتی یه جورایی فراتر از توان خودش عمل میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه امام زمان منو تو به نحوی با ما برخورد خواهد کرد که ما تصورش رو نکنیم ما یه دعا میکنیم یه ای یک سلواتی او رو شریک میکنیم اون وقت او همواره در طول حیات ما جبران این مسئله میکنه این فقط از آدمای جوانمرد برمیاد که حضرت از بهترین و جوانمردترین فرد روزگاره اولین بخش رو تقدیم شما بکنیم آیه بشنوید ببینید وجودتون زیبا بشه به کلامی که خداوند متعال آورد و پیامبر به عنوان سقلی در کنار سقل دیگر یعنی اهل بیت برای ما به یادگار گذاشتن تا در کنار حوز کوسر هر دوی این کتاب اهل بیت به پیغمبر برسد بسم الله الرحمن الرحيم قال <علا> أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا گفت اما کسی را که کس ستم کرده است مجازات خواهیم کرد سپس به سوی پروردگارش باز می‌گردد و خدا او را مجازات شدیدی خواهد کرد خیلی خوش آمدید به برنامه بربال ملائک و امیدوارم که امروز هم بتونیم لحظات خوبی رو محضر شما باشیم و جملات و بیانهایی که سر زبان می آید برای شما هم خیر و برکت داشته باشه یکی روایت رو, رو می که مقدمش رو خدمت شما عرض کردم و ادامه میدم وقتی وجود نازنین آقا رسول الله از این دنیا رخت بربستند و به شهادت رسیدند این جمله از ایشون به وفور به گوش من ما میخوره که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی من در بین شما دو سقل دو یادگار دو شیء با ارزش رو میگذارم که همان کتاب خدا و اهل بیتم صلوات الله علیه مجمعین است حضرت در ادامه در روایت دیگر میفرمان آگاه باشید که در کنار حوزه کوسر به حق از این مورد و رفتار شما در رابطه با این دو یادگار سوال خواهم کرد در توضیح میفرمایند این رفتار یعنی مودت داشتن نسبت به هم کتاب خدا و اهل بیتشون که چگونه با اونها رفتار کرد حضرت باز ادامه می دهند که سه گروه به من در حوز کوسر ملحق خواهند شد یک گروهش رو الان براتون میگم می‌فرماد گروهی بر کنار حوز کوسر حاضر خواهند شد و من از ایشان سوال می کنم شما کیستید اونها پاسخی برای گفتن ندارند و انکار وجود من رو میکنن می میگن می که ما یه امتی هستیم من به اونها متذکر میشوم که آن امتی که شما از عرب آن هستید من پیامبرشان بودم احمد صلوات الله و سلام و علک. پیامبر عرب و عجم به یادشون میاد آری ما تو را به یاد آوردی سوال میپرسن در رابطه با امت من و فرزندان من و اون امانتی های من چه کردیم اجازه بدید متن رو دقیق از روایت برای شما بخونم آنان مرا از یاد میبرند و میگویند اهل توحید از عرب هستیم میگویم من احمد پیامبر عرب و عجمم آنان یادآور میشوند و میگویند ما از امت توییم. ای احمد به آنها میگویند پس از من چگونه حق پس از من چگونه حق جانشینی مرا در خاندانم و اطرتم و در باب کتاب خدا ادا کردیم میگویند کتاب را تبا ساختیم و دریدیم و در مورد در مورد اطرت کوشیدیم تا آنها را روی زمین بیندازیم روی خود را از آنها برگرداندیم آنگاه آنها را از حوز کوسر برمیگردانند در حالی که تشنه لب و سیاه روح هستند در مطلع روایت میفرماد این دسته با پرچمی سیاه و تاریک وارد محشر و بر کنار حوز کوسر می شود اما گروه دوم پرچمی سپس پرچمی نزد من میآید که از اولی سیاه تر است خیلی تعجب برانگیزه ها به آنها میگویم شما کیستید اینان مانند گروه پیشین پاسخ میدن که از اهل توحید هستیم وقتی نام خود را به یاد آنها میآورم مرا میشناسند و میگویند ما از امت تو این میگوییم چگونه حق دو یادگار مرا پس از من به جای آوردید میگویند با قرآن مخالفت کردیم و اطرت را بدون یاور رها کردیم و تا توانستیم با آنها مخالفت کردیم من به آنها میگویم دور شوید از من که نیازی به دیدار شما ندارم آنگاه آنان را نیز از حوز کوسر میرانم در حالی که تشنه و سیاه روی هستند. اما پرچم سوم که الله شامل حال همه ما بشه آنگاه پرچم دیگر نزد من می آید که مملو و از نور است به آنها می گویم شما کیستید می اهل توحید و تقوا هستیم ما ایم امت محمد اینجا دیگه اسم حضرت رو فراموش نکردن این گروه ها یکی از خصوصیات اینه که آدم هایی که با پرچم سیاه و یا سیاه تر میایند اصلا پیغمبرشون رو فراموش کردن زرریش رو توهین کردن قرآن خدا رو هم فرومایه خزلان و پست قرار دادند ولی گروهی که با پرچم نور میان این خصوصیات رو دارن خودشون رو به عنوان امت توحید معرفی میکنن پیامبر رو میشناسند و میگویند ما از امت محمد مصطفی صلی الله علیه و هستیم و ما این بازماندگان پیروان حق که کتاب خدا را خواندیم حلالش را حلال و حرامش را حرام شمردیم خاندان محمد را دوست داشتیم و آنان را یاری و نصرت دادیم همراه با آنها جنگیدیم و با دشمنانشان پیکار کردیم به آنها میگویم بشارتتان باد منم پیامبرتان شما در دنیا همین گونه بودید که وصف کردید سپس آنها را از حوز می نوشانم و آنان را سیراب می کنم و در انتهای روایت پس هر کس که دوست دارد خداوند در عمرش برکت قرار دهد و او را بهرمند نماید بدان چه که به آن روزی کرده است باید پس از من به نیکی از خاندانم یاد و با ایشان رفتار کند و هر کس چنین نکند عمرش کوتاه گردد و روز قیامت در حالی بر من وارد می شود که روی سیاه و قنبار دارد وای بر کسی که وای بر کسی که بر فاطمه ستم کند و بر امیر مؤمنان ظلم روا دارد و وای بر کسی که بر خاندان و پیروان فاطمه خشم براند سلام و درود خدا بر اونهایی که زیر بیرق نورانی به محضر پیغمبر می آیند نشانه از اینکه که و محبین اهل بیتن Oh

حتى تسكنه ارضك وتمتعه فيها تميل الله برحمتك يا ارحم سلام و درود خدا شما به شما بینندگان عزیز و امیدوارم که با ما همراهی میکنید لذت هم ببرید در محضر جناب آقای حکیم رضوی قومی هستیم روز چهارشنبه است بیشتر پیرامون درمانهای خانگی داریم صحبت میکنیم در برنامه قبل رسیدیم در ابتدای سیستم بدن به تعبیر آقای حکیم از بالا میخوایم شروع کنیم یعنی بحث مغز و اعصاب رو آغاز کردیم مقدماتش رو چیدیم و انشالله بحثش رو ادامه خواهیم داد سلام علیکم سلام علیکم خیلی خوش آمدیم سلامت باشین اجرکم الله خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض خدمت شما و بینندگان عزیز و ان شاء الله همه قبول باشه ان توفیق داشته باشیم بریم عزاداری و بتونیم عرض کنیم خدمت اهل بیت علیهم السلام ان یکی از دوستانی حرفی می‌زنه الان به ذهنم رسید عرض کنم. میگفت به دوستان وقتی میان توی هیئت میگیم مثلا چرا دیشب نیومدین میگن ببخشید کار داشتیم وقت نشد بیایم بعد میگم من بهشون گفتم یعنی شما وقت الاف و بیکار میشید میاد هیئت بهترین زمانتون بهترین حالتون باید برای هیئت امام حسین باشه و انسان باید بتونه بگه الان این گل وقت منه پس اینو بذارم برای رفتن هیئت نه اینکه این وقت مرده منه حالا هیچ کاری ندارم حالا دیگه مثلا بیکار شدم کار دیگه نمیتونم بکنم حالا برم از هیئت استفاده کنم این یه نکته یه نکته هم یعنی که از عزیزان چند روز پیش دیدم توی فضای مجازی مطرح کردن و دلم نیامد که خدمت عزیزان عرض نکنیم در مورد اینکه میگفت حرف قشنگ و حرف یعنی منطقی و اوغلاییه میگفت خیلی هم میگن تو مجلس امام حسین بیماری نیست میریم مجلس امام حسین که مریض نشیم و این به نظر ما یه جوری بیمعرفتی نسبت به اهل بیته که انسان به بخ... خاطر اینکه مریض نشه بره در خونه اهل بیت در هدف و مول معروف در صورتی که ما باید بگیم که حتی اگر مریض هم بشویم میرویم نه اینکه میریم که مریض نشیم یا میدونیم اونجا مریض نمیشیم لذا مریم. میریم هنری نیست این هنر نیست که من میدونم نه اصلا من میدونم که با رفتنم به کربلا ابا عبدالله مثلا بیمار میشم خسته میشم و مشکل برام وجود اون اگر رفتیم بزر. با اون حال هم. رفتیم و خدمت وزیر مادس اهل بید ارزه عدب کردیم این یه مقداری ارزشمندتره ارزش دقیقا درست منطقی است چون ما هدفمون تعظیم شاعر و بزرگداشت مقام سید و به نوعی زنده کردن بیان اوست بعد حالا به این نیات بریم یه مقدار داریم توی هدف خودمون دستکاری میکنیم و خیلی هم شیرین نیست من برای پول برم دیدن مادر خودم خب این خیلی بیادبیه دیگه نه مادرم رو میرم دیدنش اول به خاطر دستور خدا چون باز رضایت خدا مهمه و بعد به خاطر عشقی که بین من به عنوان فرزند و مادرم هست حالا او دست میکنه یه مبلغی هدیه به من میده برکت جیبم اون عنایت مادرمه و من هم الحمدلله خب اینجا گفت تو شرط تو نوکری به شرط موز مکن که خارج رسم بنده پروری دانند خیلی نکته خوبی رو متذکر شدین ان بینندگان دقت میفرمایند شک نکنید من ببخشید حالا تو این حرفا که میاد دیگه نطقم باز میشه بدبختی ما سر این حاج آقا من نظر شخص مال شما استاد بنده تذکر بدیم معامله میکنیم همیشه با اهل بیت من این کار رو میکنم ببینم میشه یا نمیشه درست. لذا خیلی وقتا نمیشه دلیلش هم اینه که ما خواهیم اینا رو محک بزنیم ولی ما وقتی با عشق با اطمینان و با اعتماد یه حرکتی رو زنیم آقا مریض منو تو خوب میکنی منم گوسفندم رو میدم نه اینکه اگر خوب شدیم من یه گوسفند میکشم این به نظرم بدترین نوع رفتار ما با حضرات معصومین هرچند نه اینقدر دلشون دریایی به این جملات ما نگاه نمی‌کنن ولی میخوام میگم یه روشمون رو تغییر بدیم حالا که این حرف پاش باز شد معامله نکنید با باورهاتون برید سمت اهل بیت قطعا بیمارتون رو شفا خواهند داد گرفتاری هاتون رو حل خواهند کرد من و شما هم موظفیم آنچه پیغمبر در روایت براتون خوندم احترام قائل بشیم برای حضرات اونها هم انجام وظیفه میکنن حاج از روی همین دخترش گفت من رو میکنم تو هم کار بکن آقا در خدمتتون هست خب رسیدیم به بحث بیماری های مغز و اعصاب که گفتیم یکی از مشکلاتی که در مغز انسان خلل ایجاد میکنه و باعث یه جوری بیماری و تعب بینه عزیزان میشه این بیماری خیلی شایع سردرده که حالا گفتیم میگرن بهش میگن شقیقه بهش میگن که اگه دو طرف باشه یه است و موردهای مختلف سردردها انواع مختلف ده. ولی عرض کردیم یکی از درمانهایی که در روابط اهل بیت برای انواع سردردها گفته شده و ما میتونیم به جای استفاده از های عمومی که در بازار هست و خیلی مشکل معده ایجاد میکنه به جای مسکنها از این های طبیعی استفاده بکنیم یکیش راغن بنفشه پای کنجه در بینی بود دو این مورد مالیدن ارز کنیم. کاسنی و بنفشه بود حالا گفتیم چون مالشی هست پس بنفشه که استفاده بنفشه پای زیتونه و منظور از کاسنی هم کاسنی تازه است حالا از اگه کاسنی تازه هم به دست بیارن میتونن از برگ کاسنی خشک استفاده بکنن یه مقداری خیسش بکنن و بعد له بکنن چون نگاه کنید نحوه مصرفش هم یه مقداری فرصت زمان نشد جلسه قبل عرض کنم خدمت عزیزان از که کوبیده بشه یعنی تازه کوبیده میشه خمیر برگش. میشه روغن بنفشه مخلوط باش میشه روی کاغذی روی پارچه چیزی پهن میشه و به پیشانی بسته میشه این نوع درمانشه که در روایات هم هست که این باعث میشه که تب و سردرد میگرنی از بین بره یعنی تداوم داره یا با دفعات میکنی تا از بین رفتن تا از, بین. از بین رفتن شخص باید رو بعدنش نگهش داره یعنی وقتی میبنده به پیشانیش باید انقدر بمونه تا اینکه این عارض از بین بره این در لحظه است پس یا اگر نه سریع عمل تدابان... نه من این منظورم اینه که اگر این رو بهش تداوم بده آیا ممکنه این میگیره کلا می کلن وقت بنده بره نیا کنید ده... لحظاتی که این درد حائل میشه و حاضر میشه توی سر او میتونه از این نوع درمان استفاده بکنه یه جورایی از این که این درمان خود امام رضا علیه السلام روایت نکرده این که حضرت انما انه یس و بالحما و ينفع من الصدا این که تب رو از بین میبره و میگیرن میبره احتمال اینو میشه داد که این نوع میگرنی که از تب حاصل به وجود اومده بوده رو این درمان میکنه یعنی طرف حرارت بدنش رفته بالا سردرد شدید این تب میاره پایین لذا سردردش از بین میبره یعنی میگرنی که از تب ایجاد شده از بین میبره میشه گفت که اصلا درمان بشه. برای ریشه کنیش باید باشه این اگر خود تب از بین ببره صد درصد میگرن از بین میبره یعنی چون توی تب یکی از درمان های اورژانسی تب همین این قضیه است که اساسا ما ما در فصل برگ کاسنی که عرض برگ کاسنی بود دیگه بله برگ, کاسنی برگ کاسنی،, کاسنی،, کاسنی تازه رو میگیریم خورد میکنیم میذاریم فریزر میذاریم فریزر آماده اگر بیمار به مراجعه کنه تب داشته باشه یه مقداری ده. از اون برگ کاسنی خورد شده بسمندی کردیم بهش میدیم میگیم همینجور یخ یخ ببر فقط بکنه. لهش کن اینم روغم بنفشه قاطی کن توی پارچه بزار و پیشونی میگو ایشون میفهمونن که بلا شگ و به سرعت تب از بین میبره به سرعت حالا میگرنی که همراه تب شده باشه به تب از تب اونم از بین میره و دیگه نیاز به درمان خاص دیگه ای نداری. مورد بعدی که در مورد انواع سردردها که میشه گفت از این دستوری که اهل بیت علیهم السلام دادن و خواص دیگه که کنارش شدن یا کنید این خود روایت بر ما راهگشاست یعنی وقتی ما میگیم سردرد خوب میکنه و از اون طرف میگیم نمیدونیم چه سردردی پس مطلق همه سردردها خب در مورد روغن بنفشه پای کنجه بله چیزی کنارش نیست لذا ما عمومیت میتونیم بهش بدیم ولی وقتی که تب اومد کنارش میگیم سردردی که با تب باشه خب این براش خوبه در مورد این روایت بعدی ظاهرا سردردیه که از مشکلات معده به وجود میاد که به نظر من میتونم بگم 80 درصد سردردهای مردم از مشکل معدهشونه. خودشونم خودشون هم میتونم برن تست بکنن غذای سرد میخورن سردرد میکنن گرمیجات میخورن سردرد میکنن یا نفخ میکنن غذای باددار میخوان نفخ میکنن سردرد میکنن یا بعد از غذا معدش پره سردرد میکنه یا معدهشون خالی میشه سردرد میکنه طرف میگه که من غذام که به هم میخوره سردرد میکنم اینا همه مشکلات مشکلات معده یعنی این نوع سردردها از مشکلات معده به وجود اومده شاون شاون. این که نزدیک 25 جور توی طب سنتی سردرد مختلف داریم یکیش مشکلات معده است که ارز کردم درصدشون رو میشه گفت از همین مشکل سردرد میگیرن حالا روایت داریم که حضرت وقتی که رسول الله وقتی که میخواستن افتار بکنن افتارشون رو با یک شیرینی باز میکردن یا با آب فاتر بله. که همون آب جوشیده ولرم شده است که شد. گفتیم به سنتی الا ماشاءالله تفسیر اومدن کردن که آب فاتر چیه چطور درست میشه آبی که جوشیده بشه چقدر جوشیده بشه چند بار جوشیده بشه ظرفش چطور باشه که بحثش مفصله که ما گفتیم ساده ترین آب فاتر درست کردنش اینه که آب به جوش بیاد به قل بیاد وقتی که جوش خورد بذاریم ولرم بشه درست شد پس با آبی که جوشیده و یخ کرده فرق میکنه یعنی آب جوشیده رو ما گوشیم توی یخچال مثلا یا دو روز مونده با آبی که نجوشیده حرارت خورده ولرم شده باز فرق میکنه باید به اوجش این نقطه جوش برسه جوش هم بخوره بله. و بعدش حرارت کم بشه به ولرمی برسه این میشه آب فاتر یعنی آب جوشیده ولرم شده خود آب جوش که از لحظه تا مباحث دیگه من شده خوردن چیز داغ بله. که اصلا چون غذاهای بله. داغ بله. میشه بله, بله مکروهات میشه و خوب فاتر میسه. بیشتر تحس. بله آب فاتر اون آب درمانی ما آب فاتره حالا یکی از آبهایی که کمک میکنه به سردرد این آبه که وجود ما سر رسول الله که افتار باشید یا با آب فاتر من اینطور چیز من حالا حضرت در انتهام از خواستش میگن میفهمن که مره قالبه رو میبره یعنی سودا و صفرا از بین میبره چون که سودا و صفرا باعث یو می‌شن میشن و یکی از چیزهایی که آب فاتر در ناشتا درمان میکنه همین یو <applause> ما اکثر عزیزان که میان میگن مزاجم مشکل داره و دفعمون سخته اولین چیزی که بهشون میگیم حتما هر روز صبح ناشتا یه لیوان آب جوشیده ولرم بالای میتونم بگم 60 70 درصد مشکلشون با همین حل میشه یعنی آب جوشیده ولرم صبح ناشتا که میخورن این مشکل یبوست و, و روده هاشون حل میشه خب در دا اینجا داریم که سودا و صفرا که عامل اصلی یبوست هستن و از بین میبره بلغم تو بدن قسم میکنه حرارت رو کاهش میده و یطفال حرارت انل معده حرارت معده رو میاره پایین یعنی یکی از چیزهایی که باعث میگرن میشه حرارت معده است و در ادامه چیه و یوسف صدا خب اینجا حرارت میاد پایین در جذب غذا تاثیر نه حرارت زائده که باعث میشه که این غذا اصلا غذای بسوزه و اون دیدید طرف ترش میکنه انقدر اسید معده بالاست در صورتی که بدن نیاز به این همه اسید برای جذب غذا نداره انقدر صفرا تو زیاده که طرف حالت تهوع داره یه خود غذا میکنه ترش میکنه یا بلکس از سردی زیاد معده می اتفاق ترش کردن میافته اینجوری نیست که فقط از گرمی بالا باشه و بعضی وقتا میگیرن از بین میبره که ما یه نتیجه میتونیم بگیریم که این مشکلات مثل سودا صفرا بلغم و س... گرمی و حرارت بالای معده همه اینا میتونه ایجاد صدا و میگیره میکنه به همین دلیل وقتی اینا از بین بره میگیره نم از بین میره, میره. چون میگیرن یه آرزه است اینا از اون خوب دقت بکنن نگید نه از این ور چرا نمیگید بگید اگه میگیرن از بین ببریم بلغم از بین میره میگیرن از بین ببریم معده خوب میشه این اشتباهه اصلا از این میشه آرز. که وقت نمیشه از اون چیزی که نتیجه است به مقدمات ما اون چیزی که مقدمه کار ماست یعنی مقدمه سردرد میشود چیز دیگه اون اونو باید درستش بکنیم سردرد یه آرزه است دستی که درد میکنه نمیشه که من درد خوب کنم زخم خوب میشه نه تو باید زخمو ترمیم بکنی درد, درد, درد خود به خود از بین میره دلیل. این دردی آلارمه یه به قول ما آمپره بدن انسان هستم. این آمپرش داره نشون میده آقا یه مشکلی داری سردرد گرفت سردرد و میاره این همون بوقیه که تو ماشین میزنه اون لامپیه که چشمک بله. میزنه اگه شما لامپو بزنی بشکنی درمانی وجود نداره, نداره. موتور ماشینت مشکل داره لذا ما سردرد اگر خوب شد اگر اون لامپ خاموش شد پس معلومه مشکل اصلی برطرف شده, شده. پس وظیفه ما برطرف کردن اون مشکله لذا اون چیزی که اهل بدن انسان در نظر دارن با اینکه میگه سردرد از بمیره پس معلومه یکی از این عوامله که سردرد رو ایجاد کرد که آب فاتر میتونه از بین ببرتش اینی که حضرت میفهمند که افتار باش بکنین یه بار دیگه فکر کنم عرض کرده باشیم شاید خیلی تو ذهنشون بیاد میگن خب وقتی روزه بگیریم میخوایم افتار بکنیم مثلا حضرت فهمده اینجور افتار کنیم در صورتی که عرب به هر حالی که انسان معدش خالی باشه و میخواد شروع بکنه در روز یا شب به چیزی خوردن حالا چه روزه گرفته شب میخواد یه چیزی بخوره چه نه شب تا صبح چیزی نخورده صبح میخواد باشه بهش میگه فطور افطار و وله. به صبحانهش هم میگه فطور درسته چی میگه, میگه صبح میگن حالا ولی کن حالا من تو فکر کنم عرب های عربستان به همون اسرانه که در ایران مر... مرسومه بیشتر حالا عرب ها فطور میگن چیزی که معده ای که خالیه آره و رو الان رو رو چیزی رو رو. میخواد توش بره و میخواد باز بشه افطار معمولا گفته میشه یعنی میخوایم روزه بله میگه شخص روزه افطار کرد یعنی باز کرد تو معدهش چیزی رفت لذا وقتی که معده خالیه ما تجویز میکنیم به خوردن آب فاتر میخواد روزه باشه میخواد روزه نباشه لذا وقتی شخص شب شام خورده حرکت رو داره اصلاً. تا صبح چیزی نخورده مده،, مده که میخواد باز بشه همون آب فاتر که فاتر میکنه. میکنه مورد بعدی که از سردر جلو گیری میکنه که باز ظاهرش میخوره نسبت حالا مباحث طبی نمیخوایم نسبت بدیم به روایات اینه که از حرارت بالای بدن سردر چون سردرای صفرایی خیلی زیاد شایع به دلیل اینکه 80 90 درصد مردم دنیا مزاج پایشون صفراست <مزاج> یک مزاج قالبیه درسته بعد از اون مزاج های دیگه آرز میشن و مزاج مرزی میشن برای طرف ولی بدن پایه معمولا طرف گرم و خشکه حالا همین گرم و خشکه اگر زیاد بشه سردرد میگرنی میاره و خیلی ها تجربه کردن میگن ما تو تابستون آفتاب که به بخوره سردرد میکنیم سر سردرد شدید یا وقتی که کولر نباشه جایی گرم باشه سر سردرد میشه اینا میگرنای سفرایی که با یه مقداری خوردن سکنجبین تست کنن سرکه بو کنن نلی. سرکه مزایش خیلی سرده بوش هم سرده مغز و سری خونک میکنه یا کافور بو کنن اینا سری سردردشون خوب میشه اینا که به علت گرما یا دوش آب سرد بگیرن سری سردردشون برطرف میشه اینی که عرض می کنم روایت بعدی و مورد بدی در درمان سردرد میتونه از سردرد های صفراوی باشه اینه که با یک چیز سرد حضرت تو این درمان کردم اون در ها... کاش دمای خود بدن هم تأثیر داره دیگه. بله خوردنش که با سکنجه که خورده میشه حرارت کبد رو میاره پایین حرارت بدن میاره پایین به بدن مالیدنش باعث حرارت پوست بیاد پایین جوش ها بثورات و عوارض پوستی رو از بین ببره کسایی که مشکلات پوستی از حرارت کبد دارن بدنشون با لیف و سرکه بشورن خیلی کمکشون میکنه پاشویه کردن با سرکه حرارت سری میاره پایین تبو میاره پایین و میتونه باعث کاهشش بشه پس پیشنهاد کنم به دوستان ان شاء الله. الله. الله در مسیر هر بین سرکه امروزشون باشه حتماً. که خیلی به دردشون میخوره حالا ان شاء اگه توفیق بشه برای اون اشخاصی که خداوند تبارک و تعالی روزی میکنه. روزیشون میکنه میتونن برن اگر بذارن بالاخره اینا نشستن <تص> تصمیم میگیرن که چه اتفاقی برام بیفته بتونم برن یک سری مقدمات عرض میکنه خدمتشون خیلی خوبه آره که،, که چیزهایی رو دنبال خودشون باید ببرن بگم ان بلکه آره، نه، یه چیزی که باید حتما همراه باشه و در آه. کنار چیزهای دیگه که چون سالی گذشته میدیدیم خیلی از زوار خاصتا حالا اهالی ایران که احتیاط میکردن در نوع مصرف غذای دوستان عراقی ما حالا به خاطر نوع تفخشی حالا بر مواز خیلی آبلیمو دنبال خودشون ولی خب الازهار سرکه خب سرکه خیلی ما تو موکبی که فعالیت میکردیم هر سال نزدیک شاید هزار لیتر سکنجبین, سکنجبین با سرکه با. انگور اونجا توضیح میکردیم چون خواستی داره که رؤسای موکب که میخواستن بانی بشن حالا ده 20 میلیون میخواد طرف هزینه بکن بله. برای یه شربت باید توضیح بشه که این چه خاصیتی داره که من, من اینقدر شما. سرمایه بذارم ای آبلیون صنعتی میخرم مثلا لیتری 5 هزار تومن چهار هزار تومن تو سرکه انگول لیتری مثلا 15 هزار تومن میخواد به من بدی چه توضیحی داره که وقتی که خب این توضیحات که انشالله بعد نمورد صحبت میکنیم رضایت بخش آره و راضی میکنه عزیزان در مورد درمان بعدی فرصت هست بگیم یا استراحت میخوان ده. یه فاصله بگیریم حالا که حرفمون انقطاع پیدا که یه فاصله کوتاه تا فرمان به ما بده برگردیم تا تمه این صحبت رو با حضرت آقا روزی قلبمون هستش که بتونیم توی این مسیر حرکت بکنیم و اربعین رو یک بار دیگه لمس بکنیم با تمام زیبایی هاش و با تمام بخش های مختلف و خوبی که داره انشاءالله این مباحث امسال هم کمک میکنه برای شما لذت دو ست چندان ببرید به هر حال دستورات اهل بیت خاصه ما که روی مبانی شیعی داریم حرف میزنیم مباحث مباحث کلام اهل بیت هست توی مسیر اهل بیت از کلام اهل بیت امنیت و سلامت خودمون رو هم داریم ان لذت معنویش رو هم میبریم خدا در سلامش. خب گفتیم یکی از چیزهایی که حرارت بدن میتونه بیاره پایین و برای سردرد هم میتونه مفید باشه اهل بیت علیهم السلام اشاره کردن بستن هناس، حنا به سر بستن حنا خب ذاتا خنک بله. و حنا صدر اینها جزء بله گیاهانی هستن که مزاج سردی دارن ظاهر حنا رنگ میده ولی خواهد مو سفید نباشه سیاه باشه رنگ آنچنانی نداره یه مقداری مثلا قهر آفتاب, که افتاب, افتاب یه مقدار شاید خودش نشون ولی خب که ظاهرا خیلی شدیدی بله. داره و توصیه های خیلی اش... بهش سفارش کردن اهل بیت علیهم السلام توی روایتی که میخوام عرض کنم خدمتتون از وجود مقدس رسول الله من یه سوال دیگه کلا به حنا یعنی به نوع جنس حنا یا کلا به خزاب کردن توصیف را دو جور روایت داریم یک سری دست سر هستن که خذاب کردن و توصیه می میکنن. با غیر از حنا هم باشه با, مطلقه. با هر چیزی انسان میتونه خزاب خذاب که حالا بهتر شیمیه نباشه چون وسمه هست حنا هست پوست گردو هست و گیاهان دیگه ای هست مثلا از زعفران استفاده می‌کردن مال یعنی برای سر از آب کردن آره مال مو برای سر استفاده می‌کردن حالا اینا بستگی داره به چیزی که شخص بخواد ازش استفاده کنه مثلا حالا وسمه و پوست گردو سیاه می‌کنه یعنی خضابی که سیاه می‌کنه بله. مهم اینه که از اون سفیدی در بیا آره دیگه این سفید شدن رو خیلی اهل دوست نداشتن و سفارش کن الا اینکه آره در حال عزا دلشون جوان اینکه در حال عزا که مثلا وجود مادر سمیر بعد از حضرت زهرا دیگه خزا نبستن محبت. چون یه جوری بحث شادی میشه بله خب وجود مادر پیامبر در مورد حنا خیلی سفارش میکنن و حضرت الحنا خذاب الاسلام یعنی در مورد خذاب کردن در اسلام حضرت حنا حنا خذاب بله در اسلام یک نوع خذاب است که یزید و فی المؤمن عمله. باعث عمل مؤمن زیاد میشه عمل همبستریش دلی. یعنی باعث میشه که قوای جنسی طرف تقویت بشه. بشه این خیلی مفیده چون تو هورمونای بدن تاثیر میذاره این خانم ها خوب دقت بکنن خانمایی که مشکل هورمونی پیدا میکنن قاعدگیشون به هم میریزه اینا یه شب تا صبح سرشون رو حنا ببندن خمیر کنن ببندن و بخوابن و قاعده رو باز میکنه و مشکلشون رو برطرف میکنه در اکثر موارد این اتفاق میفته الا اینکه طرف مشکل فیبرومی کیستی یا مشکل خاصی داشته باشه و الا اگر هورمون به هم ریخته باشه این هورمون ها رو سریع برمیگرده به حالت طبیعی و انقدر تاثیر داره بعد هم روی مرد تاثیر مثبت میذاره هم روی زن یعنی اینطور نیست که مثلا میگی مثل رازیانه مثلا پروژسترون یا استروژن مثلا تولید میکنه یا بگیم یه چیز دیگه مثلا فقط تستوسترون تولید میکنه نه مختص نیست از کل رو بدن بردن. رو تحریک میکنه نسبت به اینکه اون چیزی که هورمون مختص اون شخص هست حالا زنه استروژن یا مرد تستسترون تو بدنش تولید میشه و به حالت استانداردش میرسه بسیار عالی میفهمد که نور دیدر زیاد میکنه نزدیکی رو زیاد میکنه و هو سید و ریاهین و سید عطر فی الدنیا و الاخره هم در هم در آخر حالا روایت دیگهش و البته و یه صاحب هم که اصلا بحث اصلی ما است که میگرن از بین میبره میشه گفت با کاهش حرارت یه نکته من عرض بکنم خیلی شاید بگن ما اگر میخوایم قوای جنسیمون قوی بشه باید بینیم سراغ چیز گرم گرمیزاد بخوریم آره همه یه هم تصور درستی نیست کجا؟ اگر غلط نیست درست آره جا تا دا جا داره برای مختلف. همه نیست برای همینه خیلی میگم ما رفتیم عطاری گفتیم آقا مثلا یه چیزی بده برای تعویض قوی جنسی به ما داده هیچ تأثیری نداشت طرف شالاتان بود طرف دوز بود دروغ گفت در دیگه اینطور نیست در تو تاثیر اون دارده. تخصص نداشته که ببینه مزاج تو چیه که نسبت به مزاج تو چیز درستی بوده اونی هم که اینو تولید کرده براش مهم نبوده مهم بازارگرمی بوده و چون خیلی از مردم به خاطر سردی مزاجشون با مشکل جنسی رو, به رو هستن دارو رو اکثرا جواب میده ولی رو اقل جواب نمیده حالا اینکه رو اقل جواب نمیده به خاطر نیست که اونا ضعف قوای جنسیشون از حرارت بالای بدنشونه سکن خیلی حالا اینار خوب میکنه انقدر حرارت بالاست در از زود انزالی پیدا میکنه ضعف قوای جنسی پیدا میکنه و هزاران مشکل دیگه این شخص نباید خودشو گرم بکنه هرچی گرم بکنه بدتر میشه یه مقدار خودش رو خنک بکنه اون وقت میبینه چقدر حالش بهتر است. میشه لذا یکی از خواص سکنجبین تقویت قوی جنسیه شاید تر که سرده تو چه جور میگی تقویت جنسیه این تو جور دسته نبارم. افراد اصلا باعث میشه که حرارت بدنشون معتدل بشه کاهش پیدا بکنه و مشکل جنسیشون برطرف چه میشه. چه در سرد مزاج ها هم رو رو بالا دیگه. توی سرد مزاج ما همراهش چیزی رو باید تجویز بکنیم. یعنی مثلا با سکن مثلا با عرق نعنا بخورن. تو خانمها با رازیانه بخورن. تو اونا حالت اعتدال بشون دست میده ولی اگه سکن زمین خام بخوایم به کسی بدیم نه نازول داره و حتما حرارت بدنشون رو یا سکنزی میخوام با عرق کاستین شاتره به طرف که کبد چرب دارن شما تجویز کنیم بخاطر اینه که حرارت کبد رو بکشونه بله حرارت کبد رو میاره پایین و حالشون رو بهتر میکنه بسیار در مورد این نوع سردردم پس معلومه وقتی از این سرد داره استفاده میکنه باعث میشه که سرما گرما بیاد پایین و سرد بشه بعدا گرمش کاهش پیدا کنه و این سردردش هم از بین بره خب در مورد روایت بعدی حضرت ما خلق الله شجرتا احب الیه من الحنا حالا حنا یا حنا خداوند درختی محبوبتر نزدش نیست که خلقش کرده باشه الا درخت حنا. حنا. و خیلی سفارش کردن یه روایتی از خیلی زیباست راوی میگه که گمونم موسی بن جعفر میگه دیدم آقا از حمام خارج شدن از گردن تا پایین پا پاشون عین گل بودن آقا یعنی حالا معلومه جایی از بدنه که میدیده مثلا دست رو میدیده پاها رو میدیده گردن رو میدیده همه یه بوده بعدی فهمیده که از سر تا پای آقا همین حس و حالو داره بعد و راوی میگه که این از اثر حنا بود یعنی دیدم آقا از اینجا تا نوک پا رو در حمام حنا بس احسن به حالت قرمزی میزده خیلی سفارش میشه کل بدن رو حنا بستن همین طوری که سفارش میشه کل بدن و نور بستن. چرا مثلا توی دست ها و حالا توی موی سر کف پا اینجور جاها خیلی بیشتر تاثیر رنگی،, رنگی داره ماله نوع رنگدانه های خود پوسته یا نه بیشتر مثلا به بالا, بالا دست, دست دست پاها اینها کمتر رنگ میگه حتی پوست رنگ نمیگیره <applause> حالا غیر از اینکه موش مشکی هست زایدتا و خیلی رنگ نمیپذیره یا تاثیر بصری نداره ولی مثلا توی کف دست نگاه میکنیم خیلی راحت کف پا بعضیا برای تقویت پوست من دیدم میگذارن درست. خیلی راحت رنگ میگیره چه جوریه اون کف صورت دست مثلا و پا رنگ نمیگیره صورتی که خب اصلا معمولا نمیذارن یکی که گذاشت آره گذاشت نگاه که جاهایی از بدن تقویت پوست جاهایی از بدن که پیاز مو داره به خاطر وجود اون پیازهای مو این رنگدهی خیلی کاش پیدا میکنه آها. کف دست و کف با هیچ موی نداره, خامه خام خامه و پذیرشش بسیار بالاست لذا شما مثلا اینجای بدن یه چیزی بخوره شاید زود پاک بشه ولی کف دست یه خورده زردچوبه میخوره تا چند روز میبینی کف دست زرد پوست اینا گیرایش بالاست لطافتش بالاست به خاطر اینکه ما تمام حس هامون کف پامون کف دستمون خدا تعالی تو اینا قرار داده و حسش بالاست برای لمس کردن مهم. و برای درک کردن به همین خود جنسه بله این قسمت جنسش بزیار. لطیفتره به خاطر همین زودتر تأثیر بسیار. پذیره و اینکه خب روایت داریم که راوی مثلا وارد حمام شه حضرت دید از گردن تا پا نوره گذاشتن و بعد از اون از گردن تا پا رو حمام گذاشتن این هم این سفارش شده و روایت بعدی که ارز کنم بریم مورد بعدی البته اگه فرصت داشته باشیم من اشاره بکنم که به از که روایت آخر در باب حنا حضرت فرمان نفقت و درهمن فل خذاب یک درهم یعنی یه پولی حالا هزارت ده تا در حنا در خذاب حالا جنس خذاب مشخص نیست البته ارز کردیم خذاب تو اسلام بهترین خذاب حنا. اگه بخواد خذاب بکنه خزاب. یک درهم در, در خذاب خرج کردن بهتر است که همون پول رو خرج بکنیم در راه خدا یعنی انفاق در راه خدا کردن چقدر ارزش داره حضرت نمیخواد عادل انفاق عادلش. کنی اگه نداری همون پول رو ورداری ببری خذاب بخری خذاب بکنی این افضل از اینه که بخوای انفاق در راه خدا بکنی اینقدر اسلام به بهداشت فردی و به زیبایی شخص بها داده و سفارش کرده که میگه تو نمیخواد مثلا بگه آقا من در راه خدا برم انفاق کنم مثلا خیلی از تفکرات هست آقا من به جای اینکه فلان کارو بکنم میرم میدم مثلا چهار تا فقیر بخوام خوبه به فقیر کمک کردن این نیز انسان همیشه به فکر خودش باشه ولی اینکه شلخته و جوریده و در و داغون و مثلا به خودش نرسه و خودشو بیمار بکنه خودشو مریض بکنه من خیلی وقتا به این اشخاصی که از بیماران پرستاری میکنن همین پرستار عزیزی که دارن زحمت میکشن بالاخره اونم تو طب خودشون و نظر خودشون حقا دیگه بالاخره هر کسی آه. تفکر خودش فکر میکنه راهش درسته حالا راه اعتقادی نیست که من بگم نه اون اعتقادش باطل درسته خودش فکر میکنه حقه ولی باطل هم یک وظیفه داره, داره انجام میده اینا شیعه هستن بالاخره اشخاصی هستن که اهل بیت دوست دارن مرید اهل بیتن ولی خب تفکرش اینه که اون تپ تپ به درستی حالا حقیقت بهش نرسه حالا به هر دلیل داره زحمت میشه متاسفانه تمام وجودشونو رو خرج میکنن و میبینی خودشون به مشکل دچار میشن در صورتی که اول باید طرف خودش برسه تا بتونه به بقیه هم بخواد خدمت, خدمت بده از خودشون مراقبت بکنن به تغذیه خودشون برسن و اینا هم همین اصلا اسلام به ما سفارش کرده توی زندگی فردیتون به اول به خودتون برسید تا اینکه بتونید هم به اسلام خدمت بکنید هم به دیگران خدمت <applause> بکنید دیگر بله. اگه فرصت هست بریم عالی. بحث عالی. جدید نیستم که بس اگر تو اینجا بود. جمع کردی نه تمام دیگر... میشه و بعد درمان بعدی آغاز میشه بسیار عالی پس ما یک نکته بسیار مهمی رو که متوجه شدیم غالب سردردهای ما اثرات یک بیماری دومی است بله. یا در اصل بگیم نتیجه یک بیماری دیگری بیماری زمینی چون بعضا ده. فکر اینن که فقط سردرده رو حل میکنن. در حالی که باید برن یک کار بنیادی تری انجام بدن حالا یا با معده یا با حرارت غالبا آنچه که شنیدیم و گفتید که بر اساس اون 23 جور دیگه که است ان شاء الله خیلی ممنونم از شما بینندگان که تا این لحظه با ما بودید اجازه بدید از تاهای رضوی رو بدرقه بکنم یکی دو دقیقه تا از آن فرصت بر برمیگردیم من یک مطلب کوتاه رو تقدیم شما خوبان خواهم کرد o oh. الحمد لله رب العالمین خدا رو میخوانیم به نام قوتش یا حی یا قیوم آقا امیر المومنین یک توصیه به شیعیان کردند میفرمایند اگر که گناهی رو دارید و توانایی پاک شدنش رو ندارید و میخواهید اثرات گناه از زندگیتون رخت ببنده بهترین کاری که میتونید انجام بدید این هست که اعمالتون رو نگه دارید پیش خودتون کاستی های زندگیتون رو پیش خودتون نگه دارید به قول خودمونی و قدیمیش دیگه قر نزنید مثلا فلان موردی باید محقق می شود توی زندگی شما نشده این رو وقتی کتمان سر می کنی خداوند اثر گناهان تو رو پاک میکنه. و سعی بر این داشته باشیم که قدری در برابر تمامی شرایط الهی تمرین باید بکنیم تا بهش برسیم ولی صبور قانع و اقل اینه که کتمان بکنیم صحبت نکنیم نشینیم این ور ور من پول میخوام خدام که ما رو ولمون کرده خدا که بندش رو ول نمیکنه ولی بیان این مطلب چیزی بر تو نمی بلکه برای تو باری رو هم سنگین میکنه پس در یک کلام کتمان و بلا و مصیبت اثرش پاک شدن گناهان است مولای مظلوممان امیر مؤمنان علی علیه السلام در فنا حضرت حق باشید التماس دعا دارم ازتون یا علی مدد